خدا کنه ما همین اندازه بتونیم نقش داشته باشیم در روزهای خوب شما. خیلی متشکر به خاطر حضورتون در نظرسنجی و در این نظرسنجی دانشپز رو که از برنامه خوب معرفی کردید. ایران بانو و دانشپز تنه به تنه هم دیگه میزدن و میمادن بالا. دانشپز یه مجری خیلی خیلی دوست داشتنی داره به نام آقای خنجری. من هر وقت آقای خنجری میام میگم آقای خنجری خنجر به قلب من بزن، اما توفیق دیدارت از من نگیر. همینو میگم و سلام میکنم بهش. سلام به شما آقای شجیمه، لطف داری، خواهش میکنم بنده رو مورد لطف و مهربونی خودتون قرار دادید. من شایسته این حرفا نیستم ولی خب بزرگواری شما. دوست داشتنی هستی که من احساس قلبیمو میگم. قربونتون برم، ممنونم. میگن که تا هوا خنکه میشه عید رو تبریک گفت. 100% گرمم. حالا که هوا خنک و اینکه عیده، عید نوروزی که الان هم میشه تبریک گفت، چه برسه به روز معلم که فقط یه روز ازش گذشته. بله. منم این روز رو به شما تبریک میگم. فدای شما بشم. شما که در اجرای تلویزیونی درست مثل کلاسای درس دانشگاهی چند تا واحد داشته باشه، واحد مردمداری و نوع دوستی رو بنده پیش شما دارم. پاس میکنم، امیدوارم نمره خوبی هم ازش بگیرم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون شما. ممنون شما در نخ. خواهش میکنم، خواهش میکنم. اجازه بدید من عرض ادب بکنم به دانشپزان افتخاری خانواده یک. من علیرضا خنجری هستم، یک دانشپز که قرار مطالب علمی رو یه جوری براتون بپزه که نه تنها سر دلتون نمونه، کسی ریفلاکس بده بهش دست نده، کسی ترش نکنه، بلکه همه بتونن اون رو هضم بکنن. اما پیش از اینکه بخوام مطلب امروز رو براتون بپزم و از قابلمه شگفت انگیزم بیرون بیارم، لازم میدونم که یه بار دیگه عرض ادب و احترام داشته باشم به شما به خاطر اینکه لطفتون شامل حال منده شد و در حقیقت باک ماشینم پر شد برای اینکه این مسیر رو بیشتر ادامه بدم. خیلی خیلی ممنونم از اینکه دانشپز رو انتخاب کردید. البته همیشه میگن بانو و خانم ها اول هستن، قطعا ایران بانو باید اول میشد و این افتخار رو دارم که بعد از ایران بانو نظر لطفتون رو شامل حال خودم ببینم. خیلی ممنونم. خب امروز میخوام راجع به این صحبت بکنم که از کی شروع کنیم لاغر بشیم و از کی شروع کنیم رژیم لاغری رو در پیش بگیریم. زمان و بهترین زمانش همین بهار هستش. بدون اغراق و پیاز داغ دارم میگم. در بهار محققین گفتن در بهار آدم افراد دیگر رو و دیگران رو بیشتر دوست داره. یعنی اگه میخوایم آشتی هم بکنیم در بهار این کار رو میتونیم بکنیم چون حالمون بهتره و راحت‌تر میتونیم این کار رو انجام بدیم. علمی ثابت شده. و غیر از این سوخت و ساز بدن هم افزایش پیدا میکنه و این بالا رفتن سوخت و ساز بدن کمک میکنه که ما سریعتر و راحت‌تر لاغر بشیم و وزن خودمون رو اگه زیاد هستش کم بکنیم. ولی خب انقدر از چاقی بد نگیم. چاقی یه محسنه داره، 1001 عیب، که حالا من اون یه دور محسنش رو میگم بعد به 1000 عیبش هم خواهم رسید. افرادی که وزنشون زیاد هستش از یه بابت میتونن به خودشون امیدوار باشن، اونم از این بابتی که در قابلمه شگفت انگیز من یه تیک استخون قرار داره. البته مغز استخون رو آوردم برای اینکه بگم که افرادی که وزنشون زیاد هستش چرا برای این یه مورد میتونن به خودشون ببالن و اون این هستش. این مغز استخونی هستش که اگه دانشپز رو دنبال کرده باشید همیشه دیدیدش. افرادی که وزنشون یه مقدار بالا هستش چون فشار زیادی روی این استخون میاد، این فشردگی‌های داخل استخون، این خلل فرجی که می‌بینید فشردگیش بیشتر میشه و این مقدار استخون‌های متراکم‌تری دارن. منتها خیلی دلشون رو نباید به این استخوان‌های متراکم خوش بکنن به خاطر اینکه مفاصلشون در اثر وزن زیاد یواش یواش فرسوده میشه و میره که از بین بره. برای همین از امروز دانشپز میخواد یه چند تا تکنیک و روش رو یاد بده که البته زیر نظر پزشک متخصص خودتون باید انجام بشه، ولی اینا روش‌های عمومی هستش که کمک میکنه شما راحت‌تر برید سراغ کاهش وزن خودتون. اولین انتخاب این هستش که ببینید راست دستید یا چپ دست. اگه راست دست بودید با دست چپ و اگه چپ دست با دست راست، قاشق و وسیله‌ای که میخواید بگیرید دستتون رو دستتون بگیرید. ببینم این قاشقم رو کجا گذاشتم من، اینجاست. و شروع به غذا خوردن می‌کنید. چرا؟ برای اینکه من که خب راست دستم با دست چپم میگیرم، برای اینکه وقتی ما با دست مخالفمون قاشق یا اون وسیله که میخوایم باش غذا بخوریم رو میگیریم، چون خیلی مسلط به اون دست نیستیم آرومتر غذا میخوریم و راحت غذا نمیخوریم و این کمک میکنه که سرعت غذا خوردنمون کم بشه. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ چراش داخل قابلمه شگفت انگیز من هستش. در داخل بدن به عبارتی در درون معده یک سازوکاری وجود داره که این سازوکار اسمشو من گذاشتم زنگ اخبار. به این شکلی که وقتی شما زمانتون رو با اون سازوکار تنظیم میکنید این اتفاق میفته. این چیزی هستش که داخل معده وجود داره. بدون اغراق و پیاز داغ دارم میگم. در داخل معده با یه زنگی وجود داره که وقتی شما غذاتون رو شروع میکنید به خوردن، بعد توی بازه زمانی این غذا رو بخورید. حالا غذاتون هر چقدر ازش ببونه توی این بازه زمانی دارید غذا رو میخورید، هنوز زمان تمام شده باشه، دیگه احساس سیری صادر میشه. یعنی این زنگ
به صدا در میادش و شما احساس سیری میکنید. حالا وقتی با دست مخالفتون شروع میکنید به اینکه غذا رو بخورید، چون زمان طولانی تر میشه حجم کمتری از غذا رو میخورید، یعنی کنتر دارید غذا میخورید و بخشی از غذاتون باقی میمونه و این زنگ هم به صدا در میاد و به عبارتی زنگ تفریتون تمام میشه، دیگه نمیتونید غذا رو بخورید. یعنی بعدا به شما این فرمان رو صادر میکنه و دیگه شما از غذا خوردن باز نیستید و خیالتون راحته که غذای زیادی نمیخورید. نکته بعدی که این وسط اتفاق میفته این هستش که در دو هفته اول، به خصوص در دو هفته اول، یعنی شما این روند رو ادامه بدید، در دو هفته اول آب بدنتون شروع میکنه به کم شدن و خیلی کم میشه. در دورانی که دارید رژیم میگیرید حتما حواستون به آب بدنتون باشه. چرا؟ برای اینکه زمانی که رژیم میگیرید ممکنه خیلی از مواد غذایی که میخورید دیگه نخورید و این نخوردن مواد غذایی باعث میشه که آب به بدنتون نرسه. دانشمند مگه آب فقط از طریق مواد غذایی میرسه؟ ما لیوان لیوان آب میریزیم میخوریم. بله، آب از طریق مواد غذایی خشک هم به بدن ما میرسه. یعنی اگه مثلا در روز فرزن و با توجه به وزن بدن در نظر بگیریم، مثلا یه نفر 80 کیلو هستش، 8 لیوان آب باید بهش برسه، 6 لیوانش رو از طریق مایعات به دست میاره که میتونه الزاماً آب هم نباشه، چایی هم شاملش میشه، یکی دو لیوانش از مواد خشک مثل برنج، مثل سیب، مثل خیار، خب اینها هم میاد به بدن آب میرسونه. لذا باید حواسمون به میزان آب بدنمون باشه. دقت بکنیم، بارها دانشپز این رو تاکید کرده، زمانی که ما تشنمون میشه اتفاق خوبی برای بدنمون نمیفته، اونجا داره بدنمون له له میزنه. ما نباید اجازه بدیم بدنمون له له بزنه. تشنگی حس له له زدنه و بارها گفتم زمانی که برامون مهمون میاد غذا رو میذاریم جلوش، نمیذاریم سینی برنج تموم بشه، خورش کامل تموم بشه، بعد مهمون بگه ببخشید خورش بازم دارید، برنج بازم دارید. قبل از اینکه سینی بخواد تموم بشه ما همیشه سینی رو پر میکنیم میاریم میذاریم جلوی مهمون، یا خورش رو پر میکنیم میذاریم جلوی مهمون. آب بدنمون کم بشه یعنی اینکه بدن ما که مهمون ماست الان این غذاش تموم شده و باید به ما بگه ببخشید میشه به من آب بدید و این اصلا حالت خوبی نیستش و بدن در یک شرایط حادی قرار میگیره، ما هم البته آبرومون جلوی بدنمون میره. پس بهتر هستش که آب رو به موقع براش سرو کنیم قبل از اینکه صداش بیاد. نکته بعدی این هستش که ما معده‌مون ممکنه پر بشه اما سلولامون الزاما سیر نمیشه. دو جور سیری داریم، یه سیری در معده داریم، یه سیری در سلول داریم. یه سری غذاهایی که ما میخوریم و هلهوله هم عمدتاً هستش و این هلهوله‌ها بیشتر ما رو چاق میکنه، شکل شبیه این چیزی هستش که من قبلا داخل قابلمه شگفت‌انگیزم گذاشتم و با خودم آوردم اینجا، حسابی ری کرده، خیس خورده، قد کشیده و میخوام به شما نشون بدم. این هلهوله‌ها این شکلی هستن، این شکلی هستن دقیقاً، یعنی درست مثل این بادکنکن، باد هوا هستن. وقتی ما این رو میخوریم اتفاقی که واسه سلولای بدنمون میفته این هستش. من اینجا یه سری سلول بدنم رو آوردم بهتون نشون بدم. این سلولای بدن من در موقعی هستش که غذاهای خوردم که اصلا ارزش غذایی نداشت، فقط معده من رو سیر کرده، لذا سلولام هوا خوردن، صرفا چیز زیادی داخلشون نیست و احساس خستگی، رخوت و از این حالت‌ها بهمون دست میده. بس خیلی مهمه که چه غذایی رو مصرف می‌کنیم. غذایی باید مصرف بکنیم که ارزش غذایی داشته باشه، نه اینکه فقط معده‌مون رو پر بکنه. خانم ها آقایان، امیدوارم از این خوراک لاغری که براتون ترتیب دادم نهایت لذت رو برده باشید.